درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران رو امروز خدمتتون تقدیم میکنم. این برنامه ما امروز شامل دو قسمته. بخش اصلیش مهمان عالی قدری داریم که بینندگان با چهره علمی ایشون آشنا هستند، آقای دکتر اکبر تربت، استاد دانشگاه. و در بخش دوم وقت باقی مونده رو بنده به چند مسئله راجع به دولت آقای روحانی صحبت خواهم کرد. جناب دکتر تشریف دارین؟ جناب دکتر تربت، درود بر شما جناب آقای دکتر نصر و درود بر بینندگان شما. درود بر جناب علی، خیلی خوش آمدید به این برنامه. همونطوری که بینندگان اطلاع دارند، جناب دکتر تربت استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس هستند و این چندمین باری است که از اطلاعات وسیعشون در این برنامه استفاده میکنه. جناب دکتر تربت، من چند پرسش دارم. من پرسش ها رو مطرح میکنم، البته جناب علی هم چند تا استراید فرستادید که از اونها هم استفاده خواهد شد. پرسش بنده این است که این برجام که واقعا با برنامه‌ای که الان مطرح خواهید فرمون نشانگر این است که چقدر بد آغاز بوده و بعدم همونطوری که ملت ایران الان گرفتار شدن بسیار هم بد فرجام بوده. حالا بنده سوالم این است که این نقش ایران پروژه در تدوین این برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک تا چه حد بوده و سازمان‌هایی که در این کار مشارکت داشتن چه کسانی هست؟ چند نفر از دیپلمات‌های ایرانی که در نیویورک بودن، اینها با گروهی که از طرف برادران راکفلر تعیین شده بود، اینها مذاکرات اتمی را آغاز می‌کنند و یکی از این افراد آقای جواد ظریف بوده و نفر کلیدی دوم آقای حسین فریدون که برادر آقای حسن روحانی است بوده و چند نفر دیگر. و به وسیله دیپلمات‌های ایرانی اینها قادر میشن که تماس بگیرن با اداره‌های مختلف داخل ایران از جمله وزارت امور خارجه، و پیشرفت‌هایی هم داشتن تا اینکه دولت آقای دکتر احمدی نژاد اومد. از اون موقع این فعالیت‌ها کم شد، چون افرادی که در کابینه آقای دکتر احمدی نژاد بودن و یه دهی که قبلا روی این برنامه اتمی کار کرده بودن، اینها مخالف بودن که به هیچ وجه برنامه اتمی ایران کنار گذاشته بشه. برنامه آقای راکفلر و همکاران ایشان این بوده که یه جوری این برنامه اتمی ایران از بین ببرند که آبروی دو طرف، مخصوصا آبروی ملایان ایران، از بین نره، یعنی آبروشون نره که اینا تمام برنامه اتمی رو نابود کردن. یه قسمت کمیش رو که به صورت اسباب بازی یا به قول خودشون آزمایشی یا لابراتوری باشه، اونا رو بگذارن و بقیه رو اینا از بین ببرن. ولی این برنامه انجام نشد و تعویق افتاد و در زمان رئیس جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد، همینطور که اطلاع دارید، حداقل 5 نفر از دانشمندان اتمی ایران اینها کشته شدن و احتمال بود که جنگ بشه. مثلا اسرائیل برنامه داشت که بر بمباران کنه مراکز اتمی ایران را، و چون این برای امریکا بد بود، تصمیم گرفته شد که دوباره به میز مذاکره برگردن ولی مخفیانه باشه. و این به طور جدی در سال 2012، یعنی 1 سال قبل از روی کار آمدن آقای حسن روحانی، این توافق تقریبا به طور کلی تصویب میشه که این یه مرحله اول برنامه مذاکرات بوده.
و خب اگه که این برنامه رو بخوان اجرا کنن، باید دولتی بیاد، رئیس جمهوری بیاد که مورد قبول هر دو طرف باشه و بتونن که این برنامه رو تصویب کنن. و احیانا اگه کسی غیر از حسن روحانی که قبلا مذاکرات اتمی رو انجام داده باشه، این برنامه به هم میخوره. بنابراین شروع میکنن تبلیغاتی در رسانه های ایران و امریکا در پیشبرد رئیس جمهوری آقای حسن روحانی، و میدونید که یه عده‌ای رو اینا رد صلاحیت کردن، از جمله اسفندیار رحیم مشایی که آقای احمد نژاد میخواست این رو تشویق کنه که رئیس جمهور بشه، و همچنین چند نفر دیگر هم بودن، از جمله آقای رفسنجانی رو هم به میدان آوردن و ایشون رد صلاحیت شد به خاطر سن. ولی میدونیم که قبلا موافقت شده بود که ایشون کنار بره، چون بعد از اینکه ایشون کنار رفت، یعنی گفته شد که ایشون انتخاب نشده، هیچ اعتراضی از طرف ایشون نشد و به هر حال برنامه طوری ترتیب دادن که آقای حسن روحانی از جعبه انتخابات رژیم بیرون بیاد. اخیراً مقالاتی منتشر شده که چیزهایی رو که ما حدس می‌زدیم پشت پرده انجام شده، الان به طور علنی در چندین مقاله اینها انتشار پیدا کرده، و مقاله اصلی و مهم از داخل خود وایت هاوس خبر آورده و اون توسط آقای بن روز هست که معاون مشاور امنیتی آقای اوباما هستش، و ایشون گفته که اولین نامه‌ای که مخفیانه آقای اوباما به خامنه‌ای می‌نویسه در سال 2009 بوده، یعنی موقعی که دموکرات‌ها موفق میشن آقای اوباما رو رئیس جمهور کنن، اون برنامه بوش پسر که بیشتر نظامی بوده و آقای دیک چینی مخصوصا میخواسته به ایران حمله کنه، اونو کنار میذارن و سعی میکنن با خود آقای خامنه ای و اونهایی که در رأس حکومت هستن مذاکره کنن و این رو مخفی نگه میدارن، و این چند سالی طول میکشه تا 2012 که چند نفر از نمایندگان آقای اوباما میرن در شهر مسقط در عمان و با 6 نفر از نمایندگانی که از طرف ولی فقیه به مسقط رفته بودن و انگلیسی خیلی خوب میدونستن، با اینها شروع میکنن صحبت کردن و چند ماهی میگذره که اینا توافق میکنن که به طور پنهانی که این مذاکرات به نتیجه رسیده و حالا باید که این رو به طور آشکار بیارن به صحنه بین‌المللی و به مردم امریکا بگن که این مذاکرات در حقیقت با افرادی صورت میگیره که اینا مادریتن، یعنی اعتدالگران، در صورتی که مذاکرات مستقیما با خود آقای خامنه‌ای و تیم ایشون و حسن روحانی و ظریف و اینها بوده. به هر حال و این مذاکرات چند ماهی قبل از روی کار آمدن آقای روحانی بوده و بعد از این که آقای روحانی رو موفق میشن رئیس جمهور کنن، با کارهایی که کردن این مذاکرات به طور آشکار در رسانه ها گزارش میشه و تقریبا جزئیات خیلی کوچیکیش مونده بوده که اینا رو به صورت رسمی آقای جان کری و ظریف روش مذاکره میکنن و اعلام میشه. در حقیقت مذاکرات تمام شده بوده و اصول کلیش پذیرفته شده بوده از دو طرف. حالا میمونه که مجلس امریکا چیکار باید بکنه و مجلس ایران. مجلس ایران خب
آقای خامنه ای و روحانی فشار روش میارن که آقای لاریجانی به نمایندگان بگه که این باید در صورت تصویب بشه و با فشار اینو به صورت خیلی کلی و در زمان خیلی خیلی کم تصویب میکنن و در امریکا هم این تبلیغاتی که در رسانه ها بوده که توسط بنیاد راکفلر و همچنین یه مؤسسه به نام پلاشیرز که آقای جورج سورو به آنها پول میده، یعنی پول اصلی از طرف ایشونه، اینها تبلیغاتی را شروع میکنن و این مذاکرات را سعی میکنن که به طور مثبت جلوه بدن، که اینا بعدا میتونیم صحبت کنیم که چجوری این کار رو انجام دادن. بنده سوال بعدی رو خدمتون مطرح میکنم و اون این است که اشاره فرمودید که این قرارداد پنهانی بوده و بعد آشکار شده. میخوام ببینیم که به چه ترتیب این کار انجام گرفته. اون قرارداد پنهانی رو این جماعت به چه ترتیب تبدیل به یه قرارداد آشکار کردن؟ راه اصلی این تبلیغات به صورت یه اکو چمبر بوده، یعنی آقای بن روز برای نیویورک تایمز اینطوری تعریف میکنه که ما یک اتاق تبلیغاتی که به انگلیسی به اصطلاحش هست اکو چمبر تشکیل دادیم که این مذاکرات اتمی رو به طور مثبت بتونیم در سطح امریکا و در سطح جهانی تبلیغ کنیم. اکو چمبر یک نوع تبلیغاتیه که سعی میکنن حقایق رو تا اونجا که میشه پنهان کنن و یک چیزهای حاشیه‌ای رو اینا رو هی تکرار کنن توسط رسانه ها و این باعث بشه که مردم باور کنن که مذاکرات اینطوری بوده. اکو چمبر به این صورت بوده که افراد مختلفی از خارج از وایت هاوس، خارج از کاخ سفید دعوت می شدن و اینها را بهشون گفته می شده که چجوری این مذاکرات رو جلوه بدن و اینها در رسانه ها مقالاتی می نویسن و دو تا سازمان اصلی که در این کار شرکت داشتن، یکی سازمان نایاک هست که توسط آقای تریتا پارسیه داره میشه و سازمان دوم پایا هست که اون هم نظیر همین سازمان هستش و یه دست دیپلمات‌های ایرانی که از جمله افرادی که اسمشون برده شده و منتشر شده در گزارش پلاشرز که همون مؤسسه سوروز هست یا سوروز اکشلی پول بهشون داده، اینها منتشر شد و اسم آقای حسین موسویان در این گزارش هست که ایشون 70,000 دلار از طریق دانشگاهی که در اون بوده پول میگیره که مقالاتی بنویسه در جهت صحت و مثبت جلوه دادن این قرار داد و افراد دیگه هم خب پول گرفتند. سازمان آقای تریتا پارسی نایاک جمعاً فقط در 2015 بیشتر از 200,000 دلار گرفته و این فقط 2015 است. خب در سالهای پیش هم پول به مؤسسات مختلف داده شده. این سازمان پلاشیرز یه مؤسسه هست که در ظاهر برای جلوگیری از برنامه اتمی کشورهای جهان سومه و این آقای جورج سورو هدف اصلیش این بوده که اقتصاد نئولیبرال رو در جهان سوم گسترش بده و توسط انقلابات رنگی بتونه دولت‌های این کشورها را مورد نفوذ قرار بده و در همین کارم در ایران خواستن بکنن که همینطور که قبلا بعداً صحبتش خواهد شد، آقای باقر نمازی رابطه این جریان بوده که بتونه مقدماتی فراهم کنه برای
سرمایه گذاری در ایران و هدف اصلی این گروه ها اینه که بتونن استفاده کنن از جهان سوم، از اقتصاد جهان سوم، چون میدونن که بعد از جنگ سرد که تمام شد در 1991 هدف امریکا این بوده که جهان سوم را به طور کلی مورد نفوذ اقتصادی خودش قرار بده و این سرمایه هایی که ملی هستن، این مؤسساتی که ملی هستن یعنی تحت نظر دولت هستن، اونا رو خصوصی کنه، یعنی برنامه خصوصی سازی ایجاد بشه و این شرکت های خصوصی رو اینا بتونن بخرن با پولی که چاپ میکنن، یعنی همون اسکناس چاپ شده تبادل کنن با اون مؤسساتی که خصوصی میشن و اینا رو بخرن که دیگه تحت کنترل خودشون باشه. و این آقای نمازی که بعداً صحبت میکنیم در این کارها شرکت داشته. بسیار سپاسگزار جناب دکتر تربت. من حالا یه سوال فرعی در این زمینه دارم اگر خاطرتون باشه. قبل از انتخابات رئیس جمهوری در ایران و انتخاب یا انتصاب آقای حسن روحانی، یه فیلمی تهیه شد در سطح بین‌المللی نشون دادن که آمریکا تهیه بود، تهیه کرده بود این فیلمو، و در اونجا نشون میداد که رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور آمریکا که یه خانومی در اونجا رول بازی میکرد مشغول مذاکره هستن و تقریبا همین مطالبی که الان آشکار شده در اونجا رد به در میشد. ولی جالب این بود که بدون هیچ پرده پوشی در اون فیلم اسم رئیس جمهور ایران حسن بود. من فکر میکنم که این سریالی که آقای حسن توش هست و یه خانومی هم که رئیس جمهور امریکا هستن در این سریال وجود داره، این گوشه ای از همون طرح پنهانه که این آقای حسن روحانی رو رئیس جمهور کنن به صورتی. ولی همینطوری که در این سریال هم گفته شده، اون شخصی که تصمیمات رو میگیره باید طوری صحبت کنه که مثلا مصرف داخلی داشته باشه. اینه که در گزارشاتی که بعد از این جریان شد، یعنی به طور آشکار شد، آقای جان کری دائما میگفت که این آقای خامنه ای رهبر هر چی صحبت میکنه برای مصرف داخلیه، یعنی اینا قبلا میدونستن که این جنگ زرگریه، اونجا توافق شده پنهانی، ولی خب برای اینکه یه عده زیادی روی این کارها سرمایه گذاری کردن و ارشد که وقت صرف کردن، تعداد زیادی از دانشمندان ایران نمیخواستن این زحمت هایی که کشیده شده رو اینها، این ملایان ایران به باد بدن و مخالف بودن. اینه که آقای خامنه‌ای مجبور میشه که یه طوری این جریان رو جلوه بده که یعنی ایشون نه موافقه نه مخالف، بعضی روزا موافقه بعضی روزا مخالف، و حمله کنه به اونایی که رفتن مذاکره کردن به یه صورتی و بعدن تشویقشون کنه. خلاصه این یه جوری جلوه بده که خودش در این کار مستقیما شرکت نکرده و این جملاتی رو بگه که مصرف داخلی داشته باشه. بله خیلی ممنون. حالا برمیگردیم به پرسش سوم. برای تبلیغات، برای این جا اندازی بین المللی و موجه نشون دادن برجام، چند سوال فرعی من خدمتتون دارم. اول اینکه چه هزینه های انجام شد، چه قسمتی رو فرمودید؟ دوم چه کسانی این پولا رو دریافت کردن؟ سوم مجریان این خیانت چه کسانی هستند؟ برای اینکه این افراد باید شناخته بشن در تاریخ و بالاخره یه روزی که ملت ایران آزاد شد این خائنین باید به سزای عملیاتشون برسن.
و یه سوال دیگه که مهمه در که اشاره فرمودید این نمازی ها سیامک که در آمریکا بود و محمد باقر نمازی که در ایران بود و قبلا با تریتا پارسی توافق کرده بودن که هر کدوم نقشی رو بازی کنن، اینها در این برنامه چه نقشی داشتن؟ بعدم این فریبکاران اصلی و کسانی که ملت ایران رو به بازی گرفتن، از جمله الان اشاره فرمودی که خامنه‌ای واقعا بازی میکرد با ملت ایران و ایران رو تقریبا مستعمر خودشون کردن، این چه اشخاصی هستن این کسان فریبکاران؟ اصلی همون حلقه نیویورک هستن و افرادی کلیدیه این گروه آقای حسین فریدون و جواد ظریف هستن. حسین فریدون یه مقام امنیتیه که نفوذ داشته هم در انگلیس و هم در امریکا و همینطوری هم که در مطبوعات ایران گزارش شده ایشون قبل از اینکه قیمت ارز ایران یعنی قیمت دلار در ایران بالا بره یه صرافی درست میکنه در تهران به نام صرافی صدیق و شرکا و این صرافی یه مقداری زیادی دلار با قیمت ارزان از داشتن یا فراهم میکنن که اونا رو بعد از این قیمت بالا میره میفروشن و از این راه پول زیادی به جیب میزنن که میتونن بعدن خرج کنن در داخل برای به روی کار آوردن برادرشون که آقای حسن روحانی باشه و در خارج از کشور در امریکا این نمازی ها رابطه اصلی بودن. باقر نمازی و سیامک نمازی و بابک نمازی پسراشون و همچنین شوهر دختر خواهر ایشون اینها شرکتی رو در تهران به وجود میارن به نام آتیه بهار و آتیه بهار در جهت برنامه آقای جورج سوروز بوده، چون آقای جورج سوروز میخواد که موقعی که این شرکت های ملی شرکت هایی که به دولت تعلق داره اینا خصوصی میشه اینا رو بخره، یعنی این توسط سرمایه داران خصوصی خریداری بشه یا ایشون یا شرکاشون یا بقیه یا راکفلرها و اینها و موقعی که این شرکت ها به بازار میاد که خصوصی بشه کسی نمیدونه دقیقاً که قیمت اینها چقدره و اینها با نفوذی که دارن و با مشاورانی که دارن میتونن تخمین بزنن که اینها چقدر ارزش داره این شرکت ها و بینه ها را با قیمت خیلی خیلی ارزان در جهان سوم چه حالا ایران باشه چه امریکای جنوبی باشه اینا این شرکت ها را میخرن و بعدن که این شرکت ها را خریدن به صورتی به تغییرش میدن و میفروشن در اتاق بورس و اینها در بورس معامله میشه و اینا استفاده میکنن و این آقای نمازی و شرکا و مؤسسه آتیه بهار این کار رو خواستن انجام بدن. البته همه اینا یک کاور داره، یعنی به اصطلاح سیاسی هر کاری که میخوان انجام بدن مخفیانه اینا که نمیگن، میان میگن مثلا که ما میخوایم کارهای عام المنفعه انجام بدیم و این آقای نمازی مشغول شده در ایران کارهای عام المنفعه انجام بده و مثلا این مؤسسه Save the Children که نجات کودکان هست اینها این یه مؤسسه بوده که با نمازی در تماس داشته و همچنین سازمان‌های دیگه و این در پنهان به طور پنهان ایشون میخواست همون برنامه رابطه شرکت های امریکایی و ایرانی رو انجام بده. در جهان سوم موقعی که میخوان نفوذ کنن در اقتصاد اون کشورها یک گروه از سرمایه داران داخلی رو اینا رو میخوان شریک کنن با خودشون که اون سرمایه داران داخلی بتونن موفق بشن این شرکت ها رو هم اداره کنن هم به قیمت ارزان خوب بخرن و اینا رو در اصطلاح اقتصاد توسعه بهشون میگن پومپرادور. پومپرادور افرادی هستن که
میانجی هستن بین سرمایه‌داران غربی و سرمایه‌داران داخلی و خودشون هم خب افراد با نفوذی هستن و آقای نمازی میخواسته این افراد رو با شرکت‌های آمریکایی آشنا کنه و خود ایشون هم و فامیله ایشون هم از همین افراد بودن و خب البته این آقای نمازی کاراش بالاخره شناخته میشه و ایشون الان دستگیر شده چون خب یه گروهی مخالف این فعالیت هستن در ایران و نمیخوان به این سادگی شرکت های دولتی خصوصی بشه و دست کنترل یعنی کنترل خارجی در اون نقش داشته باشه. عرشد که بعد این قرارداد اتمی که اجرا شد این هم شرایطی داشت و شرایطش این بود که خب تقریبا 98% از ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از کشور خارج بشه و این در اثر فشار تحریم و مخصوصا پایین آوردن قیمت نفت که با کمک عربستان انجام شد این فشارها موجب شد که ایران این کار رو انجام بده و در همین ماه فوریه گذشته این کار به طور کامل همونطور که میخواستن اجرا شد و اورانیوم غنی شده ایران 98%ش از ایران خارج شد. به محض اینکه اورانیوم از ایران خارج شد و ریاکتور عراق هم بوتین ریزی شد و از بین رفت قیمت نفت شروع کرد به بالا رفتن. بنابراین شما میتونید حدس بزنید که بر قیمت نفت یکی از فشارهایی بود که هم به روسیه و هم به ایران وارد شد. الان در مقایسه با اون موقعی که اجرا شده شروع به اجرا کرد و تمام شد حدود 3 ماهه و در این 3 ماه قیمت نفت 2 برابر شده، یعنی از حدود 26 دلار حدودن الان بیشتر از 50 دلار همین امروز قیمت نفته و اینها البته بهانه ای داشتن که تولید زیاد شده تا حدی، خب تولید خودشون شاید که درش نقش داشتن و همچنین قراردادهای آتی که در بورس معامله میشه اینها رو سعی کردن قیمتش رو منیپولیت کنن که پایین بره به صورتی و قیمت نفت پایین بره و ایران بهش فشار وارد بیاد، به کشورهایی که نفتی سازن فشار وارد بیاد و اینا اصلا برنامه دارن که بتونن اون شرکت های ملی نفت رو در کشورهای جهان سوم خصوصیش کنن و بتونن بیارن تو بورس و بفروشن و همین کارو در عربستان میخوان بکنن، همین کارو در آینده در ایران میخوان بکنن. اگه خاطرتون باشه بعد از این قرارداد که انجام شد کنفرانسی در لندن برای نفت ایران برنامه ریزی شده بود که در قیمت پایین نفت بیان قرارداد با ایران ببندن که عده‌ای داخل خود ایران از میلیون خود ایران گفتن که این کار را نکنید، در این موقعیت هیچ صلاح ایران نیست که این کار را بکنید و این برنامه کنسل شد. برنامه کنفرانس لندن که آقای روحانی و ظریف و امثال آنها برنامه ریزی کرده بودن که بخوان قرارداد با شرکت های نفتی خارج ببندن و به هم خورد موقتاً. حالا دیگه من اطلاعی ندارم که در آینده چه خواهد شد، ولی اون قرارداد قطعاً به نفع ایران نبود چون طویل و مدت بود و با قیمت خیلی کم به طور قراردادی. این در حقیقت این ایران مستعمره اینها میشد هم از نظر نفتی که خب با قیمت خیلی پایین نفت اینا قرارداد می‌بستن و هم در مورد قرارداد اتمی که نقش تمام این افراد شناخته شده که اینها موافقت کردن تمام بازرسای بین‌المللی هر موقع بخوان به ایران بیان و هر جای ایرانو بخوان بیان ببینن و الان هم برنامه دارن می‌چینن که به یه طوری برنامه موشک ایران رو برچیده کنن که بتونن قدرت دفاعی ایران رو به طور کلی از بین ببرن. یعنی وقتی که قدرت دفاعی این کشورهای جهان سوم از بین میره، حالا چه ایران باشه چه عراق باشه چه افغانستان باشه چه امریکای جنوبی کشور مختلفمون باشن،
اینها میتونن اون کشور رو به سادگی مورد نفوذ اقتصادی قرار بدن و اگه از این نفوذ جلوگیری کنن خب بهشون حمله میشه. و از نظر مذهبی هم اینا خیلی براشون خوب شده، چون تبلیغات مذهبی مردم رو سرگرم نگه میداره. همین کارو در ایران کردن، همین کارو در افغانستان و عراق کردن. هم میدونه که دولت افغانستان یه دولت سکولار بوده و اینها به صورت مذهبیش در آوردن. الان دولت جمهوری اسلامی افغانستان الان و در امریکای جنوبی هم میخوان مذهب را به کار ببرن. همینطوری که اطلاع دارید انتخاب شدن پوپ جدید که از امریکای جنوبی هستش، از آرژانتین، اون هم جزو همین برنامه است و همین کار را در اروپای شرقی هم انجام دادن تا حدی. بسیار متشکر جناب دکتر تربت. من حالا یه اسلاید اینجا دارم نشون میدم، امیدوارم شما هم بتونین ببینین و در اسلاید شماره 17 بینندگان مراجعه فرمایند که اینو در دو هفته پیش هم بنده خدمت بینندگان ارائه دادم و اون کسانی هستن که موجب واقعا فریب دادن مردم شدن. و الان البته اون موقع که این برنامه رو دو هفته پیش من اجرا کردم هنوز این اسناد مدارک منتشر نشد، و کاملا روشنه که این تیمی که واقعا هم ملت ایران و هم ملت آمریکا رو، هر دو رو فریب دادن به دروغ، همین آقای خامنه‌ای، آقای اوباما، آقای روحانی، آقای جانکری و آقای ظریف بودن. و البته در سطح بین‌المللی که ایرانیان کاری نمیتونن انجام بدن، ولی امید هست که بعد از اینکه یک حکومت مردم سالار بر سر کار اومد با همت ملت ایران، حتما این خائنین به پای میز محاکمه و دادگاه کشیده بشن. جناب دکتر تربت خیلی ممنون، متشکر از اینکه قبول فرمودید، تشریف آوردید. بنده بسیار سپاسگزارم، خدمتتون بدرود عرض میکنم. شب بخیر. من هم به شما بدرود میگم و بینندگان شما بدرود. بینندگان اگر نسبت به برنامه جناب آقای دکتر تربت مطالبی که ایشون فرمودن پیشنهادی دارن، نقطه نظرهایی دارن مثبت یا منفی، لطف بفرمایند به این شماره تلفن بفرمایند، شماره 650-619-76-23 و دو تلفن دیگه. ضمناً اگر بینندگان خواسته باشن این برنامه ها رو در وبسایت های مختلف ببینن، همونطوری که در اسلاید بعدی منظم می‌فرمایند 7 وبسایت هست که برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران رو نشون میده. البته اینجا یک کمی ریز نوشته شده، بنده سریعا میخونم. اولی همون است که برنامه اصلی ما پخش میشه، www.parstv.tv. دومی هست iraniandemocracyfront.com. سومی هست iraniandemocracy.co. و بعد در فیسبوک facebook.com جبهه هماهنگ مبارزان، و بعد در تویتر هست twitter.com/nasr_isfahani. و بعد دیگری که جنبه عمومی تر داره wordtv.com i.d.ftv. و بعدم یه وبسایت دیگری هست که ما از اون استفاده میکنیم، هست vimeo.com ایرانیان دموکراسی. بینندگان عزیز، یک کاریکاتوری در سطح بین‌المللی توزیع شده و در واقع بهترین کاریکاتور شناخته شده، همونطور که در اسلاید شماره 20 ملاحظه می‌فرمایید. این کاریکاتور واقعا یک برنامه بسیار عالی رو با همین کاریکاتور تهیه کننده‌اش نشون داده، و اون این است که یک فردی که اینجا نمایندگی کشورهای اروپایی رو، البته اروپایی تنها نیست و بقیه کشورها، کانادا و آمریکا رو هم نشون میده، داره اسلام و درخت کوچک اسلام رو داره آبیاری میکنه، و این نشون میده که وقتی این درخت تنومند شد و بالا رفت، این تنابی که به گردن این شخص که نماینده اروپا هست بسته شده، در هر صورت خود به خود این شخص به دار آویخته خواهد شد. یعنی در واقع خود این اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دارند برنامه‌ریزی می‌کنند به وسیله اسلام، یعنی حکومت‌هاشون رو ساقط بکنند.
ضمناً در اسلاید 21 دنباله مطالبی که آقای دکتر تربت فرمودن، همطور که در اسلاید 21 منظمه فرمایید، یک قسمت جزئی از این پولها که در سال 2015 برای فریب مردم هزینه شده عبارت است از در حدود 255,500 دلار، که البته این رقم مربوط به یک سال تنها است، و همینطور 100,000 دلار به پابلیک رادیو که یه رادیوی بسیار بسیار معتبریه و بسیار شنونده داره به اون پرداخت شده. عرض کنم که حالا برگردیم دنباله مطالبی که آقای دکتر تربت فرمودن، در اسلاید 22 منظمه فرمایید که اون سازمان‌هایی که در این برنامه ریزی و خیانت به ملت ایران و ملت آمریکا مشارکت داشتن، از با تشکیل اکوچمبر، اینها در واقع یک گروهی مأمور شدن که استراتژیک و تاکتیک در برابر جمهوری اسلامی را، همونطور که دکتر تربت فرمودن، پیریزی بکنن، و این به وسیله همون پروشرز انجام شد. سازمان هایی که در این اکوچمبر مشارکت داشتن، سازمان کنترل اسلحه آمریکایی، شبکه امنیت ملی، و بعد همونطور که اشاره شد شورای ایرانیان آمریکایی یا نایاک، و بعد اتحادیه دانشمندان آمریکایی و شورای آتلانتیک بوده. برنامه کار اینها، راهکاری که مورد نظرشون بود، در اسلاید شماره 23 منظمه فرمایید، این که قرار بود که رسانه‌های همگانی رو برای فریب دادن ملت ایران و ملت آمریکا از راه تبلیغ برای جنگ دروغین، البته بعضی موقع گفته میشه که واقعا اسرائیل داشته قصد داشته که به ایران حمله بکنه، ولی تبلیغی که در رسانه‌های همگانی شد بسیار گسترده‌تر از اون چی بود که حقیقت داشت. در واقع یه جنگ دروغی و فرضی رو و بمباران موضعی ایران رو مطرح می‌کردن تا در نتیجه ملت ایران و ملت آمریکا رو آماده بکنن برای مذاکره، و در نتیجه نهایی همطور که اشاره شد بتوانند ایران مستعمره خودشون بکنن، حالا نه به اون صورت استعمار قبلی و به صورت استعمار جدید فنی. در پی این برنامه که انجام شد، که آقای اوباما کاملا در جریان بود، ایشون اومد بعد از انعقاد قرارداد رسما اعلام کرد که ما بین جنگ و دیپلماسی راه مذاکرات را پذیرفتیم. یعنی این برجامی که تهیه شد، این مانعی بود برای ایجاد جنگ، در صورتی خود جنگش یه دروغی بیشتر نبود. روحانی و ظریف هم عین این مطالب رو مثل توتی تکرار کردند و واقعا به طوری رفتار کردند که به ملت ایران منتی گذاشتن و تونستن جنگ رو منتفع بکنن. در همون موقع، همونطور در اسلاید 25 منظمه فرمایید، بسیاری از میهن پرستان ایرانی از جمله همین جبهه هماهنگ مبارزان ایران اعلام کرد که حتما نباید جنگ یا این قرارداد استعماری باشه، بلکه گزینه سوم از نظر ملت ایران تمکین به خواست ملت ایران، یعنی برکناری رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلق فقیه به دست ملت ایرانه. چون اگر چنین چیزی هر زمانی صورت بگیره، ایران مثل بقیه کشورهای واقعا مترقی و کسانی که واقعا مراتب بین المللی و حقوق بین الملل رعایت میکنن، احتیاج به این همه برنامه ریزی برای جلوگیری از ورود بمب اتمی نبود. اینجا قبل از اینکه من وارد مطالب جدید آقای روحانی، دولت روحانی بشم، یه مطلبی رو در جلسه گذشته بنده مطرح کردم، بسیار بازتاب خوبی داشت بین مردم و خواستن که این مطلب دوباره تکرار بشه. در واقع این یک دستورالعملی است از طرف جمهوری اسلامی. همینطور در اسلاید شماره 26 ملاحظه می‌فرمایید، آقای عرض کنم که مصباح یزدی افاضه کلام فرمودن چندین بار، و اون این است واقعا درست گفته ایشون، نه اینکه اغراق کرده باشه، گفته رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد،
نه در اصل انتخاب نوع نظامی سیاسی کشورشان، نه در اعتبار قانون اساسی، نه در انتخابات ریاست جمهوری، نه در انتخابات خبرگان و رهبری. ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن رضایت ولایت فقیه است. یعنی اینکه همه 70-80 میلیون جمعیت ایران یه طرف، فقط کافی است که یه نفر راضی باشه تا بتونه مملکت مطابق میل اونا بچرخه. البته اینا رو ایشون دروغ نگفته، این خاصیت همین ولایت فقیه و این قانون اساسی جمهوری اسلامیه. بعد ایشون اضافه میکنه به منتی برای ملت ایران، میگوید اگر در جمهوری اسلامی تا کنون سخن از انتخابات بوده است، صرفاً به این دلیل بوده که ولی فقیه مصلحت دیده فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود. در استاد شماره 30 چند نکته راجع به عملکرد دولت روحانی بنده مطرح میکنم. یکی بیکاری، دوم پیشنهاد همه پرسیه و سوم برنامه چابهاره. همونطوری که در گذشته بینندگان مروز فرمودن، در استاد 31 اونجا نشون داده میشه که خط فقر که خود دولت تعیین میکنه میزانشو، روز به روز فاصلش با قیمت واقعی و تورم بیشتر میشه و اون خط فقر رو خودشون 1,500,000 تومان تعیین کردن. ولی همزمان با این کار حداقل دستمزد و حقوقی تعیین کرده دولت 812,000 تومانه. یعنی رسما اعلام میکنه به مردم که شما بایستی به طور تدریجی از بین بروید، به خصوص کارگران و معلمان، که این حداقل دستمزد به هیچ وجه توجیه قانونی نداره که چرا باید از زیر خط فقر کمتر باشه. خط فقر البته خودش بسیار نامطلوبه، یعنی اون حداقل نیست که برای زندگی بایستی درآمد داشته باشه. حالا بدتر از این است که همونطوری که در پایین جدول مروزه می‌فرمایید، 7 میلیون کارگر هستن که حتی دستمزدشون هم از این حداقل کمتره. و از اون بدتر، همونطور در استاد بعدی مروزه می‌فرمایید، در استاد 32، با همه این حرفا 3 میلیون کارگر بیشتر از 6 ماهه که حتی حقوق کمتر از حداقل دستمزد هم دریافت نکردن. یعنی به چه صورت باید اینا زندگی بکنن؟ آقای روحانی و آقای خامنه‌ای دنبال فریبکاری مردم هستند و بقیهش کنن به همین ترتیب. در اسلاید شماره 33 ملاحظه بفرمایید، این آقای روحانی که شغلش فقط فریبکاری هست، اعلام کرد که برنامه‌ای داره که سالی 66,700 شغل ایجاد بکنه، در صورتی که خود دستگاه‌های زیر نظر خودش، دستگاه‌های دولتی، مرکز آمار که اون هم خودش مطالب بسیار غیرواقعی منتشر می‌کنه، ولی اعلام کرده که این صحبت آقای روحانی اصلا غیر عملیه. برای اینکه اگر ما اقتصادمون رشد 1% داشته باشه، در خوشبینانه ترین حالتش که این 1% باشه، فقط میشه 1,000 شغل ایجاد کرد، در صورتی که همونطوری که میدانیم عملا رشد اقتصادی منفیه و یا خیلی اینها کوشش بکنن میتوانن به صفر برسونن که منفی نشه. و بنابراین هر سال در حدود بیش از 200,000 نفر به تعداد بیکاران اضافه میشه. مسئله بعدی، فریب دیگری که آقای روحانی داره مطرح میکنه، عبارت است از همه پرسی که در چند جا اعلام کرده که خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده یک مسئله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در قالب ماده قانونی با برنامه به آرای عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود. و البته اشاره میکنه به یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اونجا یک چنین اجازی داده. ولی همونطور که میدونیم این جز فریب کار دیگری نیست و حد اکثرش اگر هم بخواهد انجام بشه، باعث خواهد شد که به گونه دیگر باعث تثبیت جمهوری اسلامی بشه، کما اینکه بسیاری در خارج از کشور از سالها پیش از جمله
آقای سازگارا و بقیه دنبال این هستن که ما بیام یه همه پرسی انجام بدیم برای اینکه از مردم سوال بشه آیا این نظام موجود رو شما قبول دارید یا خیر، و طبیعی جوابش مشخص چیه و بعد باعث تثبیت بیشتر جمهوری اسلامی خواهد. مسئله دیگر طرح چاه بهاره که اخیراً خیلی سر صدا کرده در ایران. من لازم است که یه مقداری توضیح در این باره این طرح بدم. در رژیم گذشته یکی از برنامه‌هایی که واقعاً شاید موجب برکناری پادشاه شد عبارت از همین طرح چابهار بود که در اونجا برنامه این بود، همونطور در اسلاید شماره 35 مراجعه می‌فرمایید، که در چابهار بزرگترین بندر آزاد بین المللی ایجاد بشه و این چابهار بزرگترین قطب اقتصادی ایران بشه. اینا همه فریاتی بود برای اون چی که در اسلاید شماره 35 مراجعه می‌فرمایید بند سوم، ایجاد اتحادیه اقتصادی جنوب غربی آسیا به مرکزیت ایران در چابهار، شامل کشورهای عربستان، عراق، کویت، امارات، افغانستان، پاکستان و هندوستان. و همینطور در استاد شماره 36 منظمی فرماییم در مرحله دوم قرار بود که ترکیه، مصر و کشورهای شاخ آفریقا، اونها هم جزء این اتحادیه در بیان. و برای اجرای این کار برنامه بسیار وسیعی وجود داشت برای تقویت نیروی دریایی ایران برای امنیت خلیج فارس، به خصوص با استفاده از تنب بزرگ و تنب کوچک که ایرادی می گرفتن. در اینجا معلوم شد که دلیل اصلی این بوده که بتوانند یه پایگاهی داشته باشن برای امنیت خلیج فارس، و بعدم اون نیرو دریایی امنیت دریای عمان هم تأمین بکنه. قرار بود که این برنامه فاز اول 10 سال باشه و فاز دومش 15 سال و هزینه که پیش بینی شده بود بین 20 تا 50 میلیارد دلار بود، و این یکی از عواملی بود که باعث شد که غرب با رژیم گذشته در بیفته. و ضمناً آقای کارتر هم اختلاف شخصی در این زمینه با پادشاه فقید داشت و اون بود که اصرار در اصرار که برادر ایشون که یک پیمانکار بزرگ بین‌المللی بود خواسته بودن که خلاف مقررات به این شخص به اصطلاح قراردادی خلاف مقررات بتونن به ایشون این قرارداد رو به امضا برسونن. در حال حاضر اون طرح که هنوز وجود داره یه جزئیش داره اجرا میشه و الان برای ساختن بندر چابهار رقابت شدیدی بین پیمانکاران ایرانی و پیمانکار هندی وجود داره و این مسئله برای هند یه جنبه استراتژی و سیاسی و اقتصادی داره و هند قصد داره اگر برنده این کار بشه، عرض کنم که این بندر رو به وسیله خط آهن به زاهدان در مرز افغانستان ایران وصل بکنه و از اونجا بتواند به درون خاک ایران که یک خط آهنی به وسیله همین یه شرکت هندی دیگر اونجا ایجاد شده وصل بکنه. با توجه به این مطالب گذشته دیگه از این واضح‌تر و آشکارتر نمی‌شود دید که فریبکارانی که ملت ایران رو واقعاً به سخره گرفتن و به بازی گرفتن چه کسانی هستند، هم آمریکا و کارگردانشون و هم در داخل کشور آقای خامنه‌ای که همطور که آقای دکتر تربت اشاره کردن واقعا هر روز به یه ترتیبی مسئله میکرد تا مطرح میکرد تا بتواند نقش خودش رو بازی کنه. بنابراین الان ملت بزرگ ایران زمان این رسیده که ما واقعا با هم متحد بشیم و بتوانیم این رژیم منحوس و جمهوری اسلامی رو هرچه زودتر سرنگون بکنیم. بسیار متشکر.
بینندگان عزیز اگر پیشنهادی دارن، همینطوری که قبلا هم خدمتون گفته شده، به در این استاد به تلفن شماره 619-76-23 و همینطور اون هفت وبسایتی که خدمتون گفته شد به اینها تماس بگیرن و در اونجا ملاحظه بفرمایید. ولی مهم این است که نظرشون رو بینندگان با راهنمایی که به ما انجام میدن در این تلفن 650-619-76-23 لطف بفرمایند و پیام بگذارن. بسیار سپاسگزار، بدرود خدمت همه ملت ایران. جاوید ایران، پاینده ملت بزرگ ایران. از جان می گریزیم،